احمق، من گفته بودم بترسونیش، اما تو چیکار کردی؟ خب آبجی، من خواستم یه نمایش واقعی بهتون نشون بدم. چرا؟ ببینم خوشتون نیومد؟ باشه، در ضمن تو خیلی آسیب ندیدی؟ چت شده آبجی؟ داداش تو مگه اینقدر ضعیفه که نتونسته 4 تا دونه کتک رو تحمل کنه؟ خدا رو شکر، من خیلی ترسیده بودم. خب، کار شما که انجام شد. حالا اجرت من چی میشه؟ اجرت؟ این چه کلمه‌ای که تو میگی کاظم؟ اجرت؟ آره آبجی، شما این چیزا رو ول کنید، یه کاری کنید. به شماره حسابم یه مقدار پول واریز کنید. شما که میتونید، خرج من یه خورده زیاده. نگران نباش. وقتی فرهان بخوابه من واریز میکنم. اما لطفاً قبل از اومدن خاله و فرهان باید بری. فهمیدی؟ باشه. ممنونم آبجی. منو ببخش تارا جون. من نمیخواستم این کارو بکنم. اما چی کار کنم؟ توی عشق جنگ همه چی مجازه. خیلی برات متاسفم. مراعات منه، حداقل مراعات بیوه بودنتو میکردی. آره، زیر بارون تو آغوش آقا کاظم خودتو انداختی، بعد میگی کاری نکردی. آره، نکنه کاظم خودش جادوگره، مگه نه؟ چطور میتونه بیاد؟ داری میبینی آرمان؟ اون تو رو یه دوست داشتنید، چقدر مظلوم و بیپناه شده، درست مثل گنجش که بیپناه داره با چه مشکلات و دشواریایی دست و پنجه نرم میکنه. زرین، چه مزخرفی داری میگی؟ مامان، من راست میگم. میتونید از فرهان بپرسید. نه، این ممکن نیست. من نمیتونم قبول کنم. قسم میخورم خاله، آره قابل قبول نیست. اما اگه منم با چشمای خودم نمیدیدم باورم نمیشد. ببینم اون کاظم احمق کجاست، بعد جوری به حسابش میرسم. اون بیچاره رو فرهان دیشب اینقدر کتک زد، اینقدر زد که دیشب از خونه رفت. وای، دیدی آبجی؟ عروس بیوت پشت سر چه دست گلی به آب میده؟ فقط منتظر بود ما بریم که پشت سرمون کار خودش رو انجام بده. کجاست؟ اون تارای بی حیا کجاست؟ وای خاله، خاله، خاله. وقتی عروس شرم و حیاش رو فراموش کنه، اینجوری دست و پای آدم سوس میشه. اون کجاست؟ من توی اتاقشم، حالا شما حالون باشید، حالتون بد میشه. من باید باهاش حرف بزنم، تو با من بیا. اما خاله، الان حالتون بد میشه. اما باید باهاش حرف بزنه، اینجا موضوع آبروی ماست. تو یه کاری کن، برو داروهای آبجی رو بیار، من باهاش میرم. بیا آبجی، بریم، برو داروهاش رو بیار. الان خوش میگذره. فرام نمیشه. تارا به هیچ وجه همچین دختری نیست. اون خیلی دختر عاقل و سر به زیریه. اما این ماجرا یه جور عجیبی پیچیده است. نمیتونم بفهمم اینجا چه خبره. الو،
آهان باشه باشه. در ضمن حساب آقای آرمان آماده شد یا نه؟ باشه خوبه علی. نه 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 تو لازم نیست کاری بکنی. من خودم با خانم آرمان تماس میگیرم و بهشون اطلاع میدم. آره آره مشکلی نیست انجام میشه. فعلا. خدا را شکر. فکر نمیکردم انقدر زود به اونه گیرم بیاد تا با تو را تماس بگیرم. تو با ما چی کار کردی تارا؟ مادر جون من هیچ تقصیری ندارم. باور کنید اینا همش تهمته. های خانم با تهمه زدم به تو مگه ما چه سودی میبریم؟ من که حتی رو صورت توفم نمیندازم. خدای توبه. یه ذره فکر میکردی به شوهرت آرمان، به بچه‌ای که قراره به دنیا بیاد، به احساس مادری من، حداقل مراعات یکیمون رو میکردی. لطفاً مادر جون لطفاً این حرفا رو نزنید. من کاملاً بی تقصیرم. خدای من شاهده، من هیچ کار اشتباهی نکردم. حالا خدا نمیاد برای تو شهادت بده. من که میگم یه ماهی همه دریاچه رو به گم میکشه. پسر ساده و بی زبون من این سلیته به دامن داخته. بس کنید دیگه لطفاً، بس کنید، اینقدر تهمت نزنید. از خدا بترس. تو از خدا ترسیدی؟ بس کن زرین، بس کن. دیگه نمیتونم حرفای بیشرمانش رو بشنوم. اصلا چرا باید من به این جواب پس بدم وقتی پسر خودم عوضی و خیانتکاره؟ کازم الان کجاست؟ من الان پاهاشو میشکنم. مامان اون اینقدر خجالت زده بود که خونه رو ول کرد و رفت. تو چی داری میگی؟ آره مامان پیام فرستاده بود، یکی اونو به دام انداخت. نه مادر جون نه. تو که منو زنده زنده توی قبر کردی تارا. لطفاً مادر جون اینجوری نگید. بیدن نخو مامان. از وقتی آرمان مرد تو همه چی رو نابود کردی. مردم، از امروز من برات مردم. تو برای من خالی مادر جون. خالی مادر جون برو آب بیار. مادر جون آبچی چه چون آبچی به خوش بیا. تو برو به امونه سنگ بزن. آبچی لطفا به خوش بیا. یا چه چون آبچی عزیزم یا چه چون. عزیزم آبجی من چطوره؟ یکی بیاد به من بگه. وای خدا مرگم بده. کاش من حالم بد میشد اما آبجی مریض نمیشد. یه بار بذاری صورت آبجیمو ببینم حالا حالش چطوره. وای خدا چیکار کنم؟ سری لطفا برو بخاره حرف بزن. اینجا بیمارستانه، این سر و صدا باعث مزاحمت برای بقیه میشه. واسه خواهرش ناراحته، واسه همین گریه میکنه. خب یه گوشه‌ای گریه کنه. حداقل یه بار صورتشو ببینه. بیا بریم. دکتر الان حال مادرم چطوره؟ چیز نگران کننده نیست. یه حمله خفیف بهشون دست داده، بهشون دارو دادیم، از قبل حالشون بهتره. من میتونم ببینمش؟ الان نه، یک ساعت بعد. الان تحت تأثیر دارو هستن، وقتی توی بخش منتقلش کردیم میتونید ببینید. فرهان دکتر چی بهتون گفت؟ حال خاله چطوره؟ چرا داری میپرسی؟ مگه برات مهمه؟ من چی کار کردم؟ من بهت نگفته بودم وقتی اومد بهش هیچ چی نگو؟ پس چرا همه چیزو گفتی؟ یه روز بالاخره میفهمید دیگه. اما من توی یه زمان مناسب بهشون گفتم. به خاطر این کار احمقانه تو اون یه حمله قلبی و پشت سر گذرونده. چرا از من عصبانی میشین؟ به خاطر کارای تارا خاله به این وضع رسیده. با این کار چه منفعتی به دست آوردی ها؟ چه سودی به دست میارین که الکی با هم بحث میکنی؟ آره راست میگی، من کلا فراموش کرده بودم که بحث کردم با تو کاملا بیفایده است. دارم میرم با دکتر حرف بزنم. اما اسم تو دیگه روی من هست بهادر، برای همین کسی جرأت نداره نزدیکم بشه. ولی این روز که اسمم نتونست بهت کمک کنه، چون تا روز من تو رو قبول نکردم. وای
وای خیلی دلم چایی میخواست. سلامت باشی. خدا ازت راضی باشه. دعا کنید بعدشم. منظور چیه؟ یعنی اینکه این بازی رو باید من ببرم. وای من که با فکر کردم به این خیلی نگران میشم. اگه خدایی نکرده آبجی چیزیش میشد. هنوز قلبم داره تون تون میزنه. مامان یه حمله خفیف پشت سر گذاشته، نمورده که. این همش به خاطر اون دختره تاراست. آبجی من کارش به بیمارستان کشیده شد. در ضمن بگو کاظم چی شد؟ الان کجاست؟ حالش چطوره؟ رفته تفریح، تا دو هفته دیگه برمیگرده. تا اون وقت هم آبا از آسیاب میافته. اما تو که گفتی اون خونه رو ول کرده رفته؟ پس چی میخواستیم بگم؟ جلوی خاله باید نشون میدادم که اون خجالت زده است، نمیتونه با کسی روبرو بشه. منظور چیه دختر؟ همون چیزی که الان فکر میکنید. بفرما، از اول به من میگفتی. الکی با گریه کردن خودم رو هلاک کردم. مامان کی میگفتم؟ فرصتش پیش نیومد. خب باشه ولش کن، گوش کن. الان هر کاری میکنی باید خیلی عجله کنی. در ضمن کار احمقانه انجام ندی ها، از عقلت کمک بگیر. شما نگران نباشید. پس اینجاییم که تموم شد میریم به آبجی سر میزنیم. خداوند، خداوند توی این دنیا بعد تو تنها پناهگاهم مادر جونه. خدایا لطفا چیزیش نشه، اون دوباره صحیح و سالم برگرده خونه. تو که میدونی من بی تقصیرم. خدایا به جز تو دیگه هیچکی نمیدونه. لطفا به من رحم کن. من نمیدونم این امتحانه یا مجازاته. لطفا خدای عزیز من کمکم کن. لطفا خدایا، لطفا. حال مادر چطوره داداش فرهان؟ سلام علیکم، من سعد هستم. ببخشید اشتباه گرفتین. لطفا تماس رو قطع نکنید. من سعدم، همکار مرحوم آرمان. دیروز توی شرکت هم دیگر رو دیدیم. بله بفرمایید. حساب کتاب آقای آرمان تمومه و میتونید حقوقش رو بگیرید و من راستش میخواستم بهتون اطلاع بدم. باشه. پس لطفا الان شماره حسابتون رو به من بدید تا من اون مقدار رو براتون واریز کنم. من شماره حساب ندارم. آها، که اینطور. پس در این صورت خودتون باید تشریف بیارید شرکت و چک نقدیش رو بگیرید. من نمیتونم بیام. الو، یک ساعتی دارم بهت زنگ میزنم. تارا چرا تلفنت مشغول بود؟ نه زنده داشت، فقط یه تماس دو دقیقه ای بود. انقدر طولانی با کی داشته حرف میزدی؟ با هیچکی راستش. از محل کار آرمان تماس گرفته بودن واسه گفتن اینکه چک آرمان آمده است. چی؟ همین روز دوم از محل کارش تماس گرفتن؟ نه زندادش، اینطور نیست. باشه لطفا، حالا نیازی نیست توضیح بدی. میدونی که خاله به خاطر تو الان تو این وضعیت افتاده. زندادش، برحال واسه این بهت زنگ زده بودم که بهت بگم. حال خاله بهتره، ما تا شب برمیگردیم. تو یکم محتاط باش. باشه. چقدر بهش گفتم که توی محل کار آرمان شماره خودتو نده. حالا ببینید بهش زنگ میزنن. فردا اگه یکی سرشو پایین بندازه و بیاد ما زودتر به کی بیان توضیح بدیم؟ ولش کن دختر، تو چرا داری اینقدر خودخوری میکنی؟ فقط برای سلامتی آبجون دعا کن که هرچی زودتر خوب بشه. همه چی و بازی از دکتر پرسیدید؟ که الان حال خاله چطوره؟ نکنه با عجله مرخصش میکنن؟ نه، من همه چیزو کامل ازش پرسیدم. تو وسایل مامانو جمع کردی؟ آره، وسایلش خیلی وقت آماده است. آها، در ضمن به تارا زنگ زدی و خبر دادی؟ شما دیگه خیلی نگران اون نیستی؟ تو خیلی باهاش مخالف نشدی؟ با اون کاری که اون انجام داد کسی احمق باشه که باهاش همدردی کنه. سرین، اصلا حس نمی کنم دارم با یه دختر تحصیل کرده حرف می زنم. بی خیال، من که فکر می کنم شما دارین خیلی زیاد باهاش همدردی می کنی. این حرفاتو ببین، حداقل توی این شرایط یه ذره مثبت اندیش باش.
این منفی نگری چه تأثیری روی بچه‌مون داره؟ مرسی. پس یادتون هست که منم بار دارم. یه ذره به فکر بچه‌تونم باشید. تو اصلا درست بشو نیستی. مامانو حاضر کن. میرم ماشینو بیارم. شما چرا حرفامو نادیده میگیری؟ دیر شده. میرم ماشینو بیارم. تارا جان بیا داخل. چرا بیرون وایسادی؟ همونجا وایسا. پاتو داخل نذار. همونجا بمون. مادر جون من اومدم ازتون معذرت بخوام. واقعا؟ پس تو قبول میکنی که تو در امانت آرمان خیانت کردی و خیانتکار هستی؟ شما چی داری میگین مامان؟ تو ساکت باش. بگو، درست میگم نه؟ مامان شما چتون شده؟ چرا خودتون و تارا رو اذیت میکنی؟ خاله، فرهان راست میگه. همین الان از بیمارستان مرخص شدید. اگه دوباره حالتون بد بشه چی؟ هی دخترم، اونی که تقدیرش بد باشه حالش هیچ وقت خوب نمیشه. دیگه خدا بهمون کمک کنه. زرین، قرآن بیار. شهادت اینا میده. مامان چه نیازی قرآن رو بیاریم وسط؟ بلش کنید آبجی، شما هم صبور باشین. در ضمن منم به جون خود کاظم قسم میخورم تا وقتی شما اونو نبخشید منم باهاش یک کلمه حرف نمیزنم. نخیر نصرت، باید این تصمیم گرفته بشه. صورت سالی آرمان از جلوی چشمم کنار نمیره. باید مطمئن بشم. باید بفهمم. زرین قرآن بیار. مادر جون من هیچ تقصیری ندارم، هیچ گناهی رو منتکب نشدم. نه اینطوری نه، تو باید دست روی قرآن بذاری و قسم بخوری. زرین تو نمیشنوی چی میگم؟ برو قرآن بیار. ماما شما کار خوبی نمی کنی. فرهان تو ساکت باش. قرآن رو ببر جلوی اون. حالا روی این قرآن دست بذار و قسم بخور که تو امروز پاک دامن هستی، همون قدری که وقتی آرمان پسرم زنده بود. ببین تارا، اگه قسم دروغ بخوای بخوری مجازات خیلی سنگینی داره. قسم میخورم که من کاملا بیگناهم. من هیچ خطایی رو مرتکب نشدم. Yeah.
چکار جب مانگو تب بھر دے جھول رحمت دیکھوں تیری میں کوئی چھولوں عشق کنارا قسمت جانے میری جب مانگو تب بھر دے جھول رحمت دیکھوں تیری میں کوئی چھولوں عشق کنارا قسمت جانے میری تو مشکل چیه؟ چرا همش به من نزدیک میشی؟ بشین سر جات. خب تو مشکلت چیه؟ تو هم سر جات بشین. هی چرا میری عقب آخه؟ کوئی تو ہو میرا اپنا کوئی تو سہارا ہو غم میرے ٹھہر تو جائے کوئی کنارا ہو الان راحت شدین مادر؟ اگر جای تارا دختر خودتون میبود ببینم با اونم همچین کاری میکردین؟ من پسر جوونم رو از دست دادم اونم شوهر جوونش رو از دست دادی فکر کنید الان روح آرمان چقدر از هممون ناراحت شده یه ذره فکر کنید به نظرم هرچی درست بود همون انجام دادم و به خاطر مثلا درست بودنتون اشتباهی که در حق تارو کردین اون اصلا درک نمی کنید نه؟ خب مگه چی گفته؟ حرف بعدی که بهش نزد پسر آبجین فقط ازش خواست واقعیت رو بگه ای بابا شما چرا الکی دارید بحث می کنید؟ پرهان شما برید و اون داروهایی که باید بخرید و بخرید زرین دخترم برو برای آبجین سوپ درست کن باید داروهاش رو سر وقت بخوره فکر میکنید آبجی؟ نصرت دارم فکر میکنم اگه تارا مقصر بود هیچ وقت دست روی قرآن نمیذاشت ولش کنید آبجی مردم برای نجات خودشون حتی قسم دروغم میتونن بخورن ببینید همه چی درست میشه آبجی گریه نکنید همین جوریش هم حال خوبی ندارید رب میرے حال دا محرم تو آ مجھے پار لگا دے تو او رب میرے حال دا سلام علیکم خانم من سعد هستم ببخشید کدوم سعد؟ امروز صبح باهاتون تماس گرفته بودم من از محل کار آقا آرمان به خاطر تصفیه حسابشون تماس گرفتم اما این وقت شب کدوم شرکتی بازه؟ شما هر حرفی داشتین فردا به هم زنگ بزنید راستش من داشتم از شرکت میرفتم بیرون که یادم اومد بهتون یه خبر بدم و یادآوری کنم که فردا حتما دنبال چکتون بیاییم اما من که نمیتونم بیام اگه برای شما زحمتی نیست شما لطفاً بیاییم یعنی خودم چکو بیارم خونتون بله راستش من توی عدت هم هستم واسه همین نمیتونم هر روز بیرون بیام شما خودتون میفهمید مگه نه؟ بله میفهمم باشه من انشالله فردا تلاشمو میکنم خدمت برسم ممنون خواهش میکنم
چرا اینطوری ساکت وایستادی؟ چیزی شده؟ نه خیلی چیز خاصی نیست. مامان خوابید؟ آره، سوپ بردم براش، داروهاش هم دادم، الان خوابید. شما با من حرف نمیزنی؟ چرا این حرفو میزنی؟ چون بعد از اون داشتیم برای خاله از حق و حقوق صحبت میکردیم، اما حق همسرتون یادتون نیست. اما من فکر میکنم به همه حق و حقوقت میرسم. حرف منو اصلا کامل نمیشنوید، پس چطور به حقوقم میرسید؟ در این مورد نظر من با تو یه خورده فرق داره. آره درست میگین، خیلی فرق داره. ببین سرین، ذهن من همینجورشم خیلی درگیره، هران دیگه حوصله ندارم معمای تو رو حل کنم. چرا ذهنتون درگیره؟ چیزی نیست. به هر حال قهوه خوشمزه‌ای درست کردیم. ممنون. بالاخره از یه چیزی تعریف کردیم. غیر ممکن که نبود. سرم خیلی زرد میکرد، منم خواستم در کنار چای یکم قرص بخورم. که اینطور، چایی تو درست کن و برو توی اتاقت، میخوام صابونه فرحان رو درست کنم. خب صابونتون رو درست کنید، چایی رو من حاضر میکنم. تو چطور این کارا رو میکنی؟ منظورتون رو نمیفهمم. برای فهموندن تو دیگه دارم خسته میشم. اگه در مورد اون اتفاق حرف میزنید، من دست روی قرآن گذاشتم و بیگناهیم رو ثابت کردم. تو که میدونی اونایی که دروغگوان خودشون اثبات میکنن. کسی روی قرآن دست بذاره چطور میتونه دروغ بگه؟ این دنیاست و هر چیزی ممکنه. یه چیزی اتفاق میفته اما یه جور دیگه نشون میده. شما چی فکر میکنی صدداش؟ چیزی که من فکر میکنم، اگه بهت بگم پس تو اصلا خوشت نمیاد، واسه همین ولش کن. چای تو بردار و برو، روز خوبی داشته باشی. ها گوش کن، تلاش کن که جلوی فرهان ظاهر نشی. وقتی اون خون هست توی اتاقت بمون. چرا؟ چون که در مورد شوهرم من دیگه بهت نمیتونم اعتماد کنم، واسه همین دیگه میتونی بری. منو دیوونه فرض کردی؟ دستمو ول کن. حالا میبینی چطور ولت میکنم. کاسم ول کن. حالا روی این قرآن دست بذار و قسم بخور که تو امروز هم پاکدامن هستی، همون قدری که وقتی آرمان پسرم زنده بود. اگه قسم دروغ بخوای بخوری مجازات خیلی بزرگی داره. من روی قرآن دست میذارم و قسم میخونم که کاملا بیگناه. حالا روی این قرآن دست بذار و قسم بخور که تو امروز هم پاکدامن هستی، همون قدری که وقتی آرمان پسرم زنده بود. قسم بلم کن.